فاضل اعتراضات خونین ایران هر روز کامل تر می شود. در 60 دقیقه امشب خواهیم دید که در ماه شهر چه گذشته و روایت مادر یکی از کشته ها را خواهیم شنید. همچنین در برنامه امشب ورود سران کشورهای عضو ناتو به لندن، گرد همایی به مناسبت 70 سال اتحاد در سایه اختلاف هایی که رو به افزایش است. اینجا در مرکز لندن ضیافت ملکه برای سران ناتو اینجا در کاخ باکینگام بعد از یک روز صحبت‌های ضد و نقیض ترامپ درباره حمایت او از معترضان در ایران. بیارو بنازم احساس میکنم بداشت داره که پویا بختیاری به روایت مادرش. دور در انتخابات قفلت نمایید، فعال باشید. دعوت مهدی کروبی از اعضای حزب اعتماد ملی در انتخابات مجلس ثبت نام کنید. اعتراض به حاکمیت را چگونه میتوان در کنار دعوت به انتخابات گذاشت؟ این سوال را از دو مهمان برنامه میپرسیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، خوش آمدید به 60 دقیقه. تعداد کشته ها، زخمی ها و بازداشتی های اعتراضات اخیر ایران هنوز مشخص نیست و هیچ مقام رسمی در ایران حاضر نیست درباره تعداد قربانیان حرف بزند. تنها کاری که سخنگوی قوه قضاییه کرده این است که آمار به گفته او گروه های معاند را تکذیب کند. در حالی که سازمان عفو بین الملل میگوید تعداد کشته ها دست کم 208 نفر است و احتمالاً بیشتر هم خواهد شد. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفته که ورود به هنگام رهبر ایران باعث شد تا اعتراض ها در عرض 48 ساعت جمع شود. اگر رقم 208 کشته درست باشد، این خونین ترین سرکوب در تاریخ معاصر ایران است. در 60 دقیقه امشب تلاش می‌کنیم تا تصویر مبهم اعتراضات ایران را کمی واضح‌تر کنیم. به شما خواهیم گفت که در ماه شهر چه گذشته و در ادامه برنامه روایت مادر پویا بختیاری را می‌شنویم از زندگی و مرگ پسرش. اما قبل از آن گزارشی ببینیم از فرین ناصمی. امروز یک شنبه اینجا جاده ساوه گلستان، ببینید چجوری با تفنگ دواب مردم رو دارن. بیش از دو هفته از آغاز اعتراض‌ها در ایران می‌گذرد. با این حال هنوز هیچ آمار رسمی درباره تعداد کشته شده ها یا بازداشت شده ها منتشر نشده. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید اعداد و ارقامی که به گفته او گروه های معاند درباره تعداد کشته شدگان اعتراض های اخیر در ایران اعلام کردند دروغ است و تعداد آنها بسیار کمتر از این مقدار است. و آمار با اون چیکونها ادعا میکنند تفاوت جدی دارد. بسیار کمتر است. ارقام ادعایی خود اونهاست. خود اونها هم یه رقم ادعا میکنن، یک سری اسامی ادعا میکنن. سازمان عفو بین الملل که از زمان آغاز اعتراض‌ها درباره تعداد کشته شدگان تحقیق کرده میگوید تاکنون توانسته مرگ 208 معترض را تایید کند، اما گفته تعداد کشته شدگان احتمالاً بسیار بیشتر از این مقدار است. بازداشت شدگان حوادث اخیر، سخنگوی قوه قضاییه حتی گفته بسیاری از کسانی که کشته اعلام شدند زنده هستند. او از جمله به نیکتا اسفندانی دختر 14 ساله اشاره کرده که در اعتراض‌های آبان 98 در خیابان ستارخان تهران با شلیک گلوله کشته شده. یه نمونه شو شما مصاحبه ملاحظه کردید، خانواده نیکتا اسفندانی چقدر سر صدا کردن دختر 14 ساله که در اعتراضات به ضرب گلوله کشته شده. یه خانومی که هیچ ربطی به این موضوعات نداشته هم پزشکی قانونی تعیین می‌کند و هم خانواده در اثر مسمومیت فوت کرده است. در آشوب‌های هفته پیش به دست نیروی انتظامی تلویزیون ایران هم پیشتر مصاحبه‌ای از پدر نیکتا پخش کرد که او ضد نظام بودن نیکتا را رد کرده. بعد این دخترم اصلا تو این مسائل نبود. این دخترم فوتش مربوط شد به این ایام و این جفسازی‌ها شده. بعضی از خانواده‌های کشته شدگان گفتند برای اینکه هزینه‌ای برای تحویل گرفتن اجساد نپردازند از پزشکی قانونی خواستند علت مرگ را در اسناد رسمی بیماری عنوان کنند. مامورین انتظامی با سپاه ساعت
2:30 شب دارن تیراندازی میکنن و گازاشگاه بر میزنن. تلویزیون حکومتی ایران هم دیشب در گزارشی کشته شدن تعدادی از معترضان که آنها را اغتشاشگر مینامید در شهرهای ماهشهر، بهبهان و شیراز تایید کرد. تعداد کشته شده ها در شهر ماهشهر مشخص نیست، اما بعضی از خانواده ها گفتند زیر فشارند تا اطلاع رسانی نکنند. به گفته شاهدانی که با بی بی سی فارسی مصاحبه کردند، در بعضی مناطق ماهشهر درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی شبیه به میدان جنگ بوده. مثل اینجا، شهرک چمران که نیروهای امنیتی تانک و تیربار به خیابان‌ها برده بودند. این ویدیو که خبرگزاری‌های ایران به تازگی منتشر کردند، نشان می‌دهد همه نیروهای امنیتی به سرکوب معترضان اعتقاد ندارند. اینا دشمن ما نیستن. من میگم حریفم نیستن. خواستهشون هم شاید قانونیه، ولی نحوه خواستهشون درست نیست. تا جایی که راه داره من و شما خدا پیغمبری مدیونیم نزنیم. همزمان رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری 51 نفر از عاملان اصلی آتش زدن بانک ها و پمپ بنزین ها خبر داده. استاندار تهران هم گفته 47 فروشگاه زنجیره‌ای تهران یا غارت شده یا در آتش سوختند. ولی آنچه افکار عمومی و حتی بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند روشن شدن تعداد کشته شدگان و اطلاع رسانی درباره وضعیت بازداشت شده هاست. فرین آسمی، بی بی سی. ماهشهر یکی از کانون‌های درگیری در اعتراض‌های اخیر ایران بود. در دو شهرک طالقانی و چمران در نزدیکی ماهشهر درگیری‌های شدیدی بین معترضان و نیروهای امنیتی و انتظامی رخ داد. ویدیوهای منتشر شده حرف ساکنان این دو شهرک مبنی بر استفاده نیروهای امنیتی از تانک و تیربارهای سنگین برای مقابله با معترضان را تایید می‌کند. جزئیات بیشتر در یک گزارش دیجیتال از همکارم سیامک محیط زاده. مامورین انتظامی با سپاه ساعت 2:30 شب دارن تیراندازی میکنن و گازاشگاه بر میزنن. مدينة الكورة حاليا يعني ادري يا جماعة يعني البشر اللي غير مسلحين الغير مسلح هيك يهدد خطر يعني عليكم اللي جايبين دبابات. اتفاقات اصلی یعنی اون قتل عام روز دوشنبه 27 آبان ماه اتفاق افتاد. خب یک گروهی از معترضین جاده منتهی به پتروشیمی بندر امام و بسته بودن. روز 27 ساعت 9:30 صبح یه سری نیرو پیاده شد اونجا. اونجا یه میدون داره، اون میدون رو بسته بودن و کنار اون میدون توی جاده هم یه نیزار قرار داره. اونجا نیروها رو پیاده کرده بودن. از توی نیزارها به سمت نیروها شلیک شده، یه تیر شلیک شده و به یکی از نیروهای سپاه خورده و همون موقع نیروهای سپاه به مردمی که راه بسته بودن تیراندازی کردن. بعد از اون یه سری از مردم فرار کردن به سمت نیزار، یه سری هم به سمت ورودی شهر چمران فرار کرده بودن و خب نیروها باز شلیک کردن به سمت نیزارا، کورکورانه بدون اینکه ببینن دارن چی کار میکنن شلیک کردن. حالا گفته ها حاکی از اینه که حدوداً 20 نفر اونجا کشته شدن و رها شدن کلن اون آدم ها. کشته ها بیشتری نه آقا جان، بیشتری حرفا بود. فقط رگبار اولی که زدم این فیلم های سینمایی فقط 20 همون لحظه در جا افتادم. در ماهشهر نیز شرایط متفاوت تر از مناطق دیگر بود. نیزارهایی که ملاحظه می‌فرمایید هم پشت سر هم در سمت راست نیزارهایی بودند که گروه‌های معانه در همین نیزارها مخفی شده بودند و اقدام به تیراندازی به سمت مأمورین می‌نمودند. يلا عاشوا شباب تلميذه اليوم اليوم يومها.
همکارم سیامک محیط‌زاده که این گزارش رو تهیه کرده از بخش شبکه‌های اجتماعی بی بی سی به ما پیوسته. سیامک، در وقتی که دور از اون محلی که راجبش داری گزارش تهیه می‌کنی هستی، گرفتن یک تصویر درست و قابل اعتماد مشکله، خصوصا که روایت‌های مختلفی از این وقایع هست. چطور تو تونستی اینا رو راستی آزمایی بکنی و به این تصویر برسی؟ خب همونجوری که گفته شد، در واقع ماهشهر از همون روزهای اول یکی از کانونهای درگیری بوده. طبق گفته مردم اونجا و حتی تایید فرماندار ماهشهر، سه روز راه مواصلاتی از در واقع ماهشهر به بندر امام خمینی بسته بوده که راه خیلی استراتژیک برای ایران هست. اینها همه چیزاییه که ما روزهای اول زمانی که اینترنت قطع بود فقط میشنیدیم. روایتی که از ماهشهر داشتیم این بود که وقتی که اینترنت قطع بود، این بودش که معترضین وقتی که با حمله نیروهای امنیتی روبرو شدن، به یک نیزاری پناه بردن و وارد اون شدن و بعد از اون نیروهای امنیتی و سپاه با شلیک رگبار و کورکورانه تمام اون نیزار رو به رگبار بستن و تعداد زیاد اونجا کشته شدن. این چیزایی که ما اون موقع فقط میشنیدیم و تصویری ازش نداشتیم و روایت‌ها اینجوری بود که حتی انقدر تعداد کشته ها بالا بوده که ساعت‌ها طول کشیده شده تا اونها رو از بین نیزارها کشیدن بیرون. و بعد از این قضیه حتی با سلاح‌های سنگین، تیربار و زره پوش وارد دو شهرک طالقانی و چمران شدن و اقدام کردن به بازداشت، یعنی بعد از این درگیری‌ها بازداشت‌ها اونجا صورت گرفته. اینا چیزایی بوده که ما تا قبل از وصل شدن اینترنت میشنیدیم و بررسی می‌کردیم، یعنی به دستمون می‌رسید. اما وقتی که اینترنت وصل شد، یواش یواش ویدیوهای زیادی منتشر شد، جزئیات بیشتری از واقعه ماهشهر به دستمون رسید. امروز این ویدیویی که در بخش آخر گزارش وجود داشت امروز به دستمون رسید و ما با توجه به اطلاعاتی که داشتیم، با توجه به شواهدی که در ویدیو هست و شواهدی که شاهدای عینی به ما میگفتن و اون چیزی که تونستیم با استفاده از گوگل مپ اینا رو تطبیق بدیم، دقیقاً اون منطقه‌ای که این درگیری اتفاق افتاده رو تونستیم مشخص بکنیم. من این ساعت‌ها وقت برد تا این مشخص شد، اما مشخص شد که مال همون منطقه است. توی ویدیو داریم خودروهای نوپو رو می‌بینیم که نیروهای ویژه پلیس ایران هستن، سیاه رنگ هستن و آرمشون روی خودرو کاملا مشخصه. تاریخ دقیق این ویدیو رو نمیتونیم مشخص بکنیم، ولی مشخصه که مال همین درگیری‌های اخیر است. روایت‌های اتفاق در واقع ماهشهر مختلفه. حکومت ایران میگه که مقامات حکومت ایران میگن که از داخل نیزارها به سمت نیروهای امنیتی و سپاه شلیک شده و نیروهای معاند در داخل نیزارها پناه گرفته بودن و وقتی اونا حمله کردن نیروها وارد عمل شدن. فرماندار بهشهر ببخشید ماهشهر توی گزارشی که تلویزیون ایران منتشر کرده داره میگه که سه روز جاده مواصلاتی بسته بوده و اگر این ادامه پیدا میکرد ضرر زیان زیادی به کشور وارد میشد و در نهایت نیروهای امنیتی وارد شدن و با یک برخورد خیلی قاطع نظامی تونستن این راه رو باز بکنن. اینا همه چیزاییه که حکومت ایران میگه. مردم و شاهدانی که اونجا بودن، کسانی که در محل بودن و ما تونستیم باشون صحبت بکنیم، این ادعا رو در واقع رد میکنن که مردم مسلح بودن و کسی به سمت اونا تیراندازی کرده باشه. توی ویدیوهایی هم که داره منتشر میشه بعد از وصل شدن اینترنت، ما هیچ ویدیویی ندیدیم که کسی غیر از نیروهای امنیتی و نیروهای حکومتی مسلح باشه و تیراندازی بکنه. هر چه که هست، نیروهای امنیتی به صورت در بسیاری از موارد تو ویدیوها دیده شده که به صورت مستقیم دارن تیراندازی میکنن و نه به سمت پایین. یکی از اون صداهایی که از شاهد عینی شنیدیم میگفتش که یه تیراندازی شده از داخل نیزار بنیرو. این تیراندازی رو میگن گفته شده که از داخل نیزار تیراندازی شده و به یکی از نیروهای سپاه برخورد شده. اما کسی این قضیه رو ندید. از اون طرف هم ما در واقع که نمیتونیم همه این صحبت ها رو تایید بکنیم. ما روایت ها رو میذاریم کنار هم دیگه و از مجموعه روایت ها اون چیزی که به نظر میرسه رو در واقع گزارش میکنیم. اما چیزی که اتفاق افتاده این که اونجا سه روز واقعا این راه استراتژیک بسته بوده، توسط معترضین بسته بوده. درگیری به چه شکل شروع شده، هر کسی یک حرفی رو داره میزنه و فکر میکنم با منتشر شدن ویدیوهای بیشتر و رسیدن اخبار بیشتر، جزئیات بیشتری از واقعه ماهشهر و نیزار ماهشهر به دستمون برسه که در واقع جزئیات خیلی بیشتری رو بتونیم ازش به دست بیاریم. متشکرم سیامک محیط‌زاده. با ما سران 29 کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی امروز به مناسبت 70مین سالگرد ایجاد این پیمان دفاعی در لندن جمع شدند. اما اختلاف‌های جدی بین اعضا بر این گردهمایی سران سایه انداخته. رئیس جمهوری فرانسه گفته این سازمان دچار مرگ مغزی شده و ترکیه که حالا به روسیه نزدیک شده فرانسه را به تروریسم متهم می‌کند. همزمان رئیس جمهوری آمریکا بارها تهدید کرده که این پیمان را ترک می‌کند. خبرنگارمان کسرا ناجی از مقابل کاخ باکینگهام با ماست. کسرا، دقیقاً چه خبر اونجا؟ چه اتفاقی داره میفته؟
رانا، همونجوری که گفتی الان من جلوی کاخ باکینگهام هستم، کاخ ملکه انگلستان، که اینجا امشب به مناسبت شروع این گرد همایی سران ناتو برای سران ناتو اینجا ضیافتی ترتیب داده که این ضیافت حدود 45 دقیقه پیش شروع شد با آمدن دونالد ترامپ، آخرین مهمان که گذاشت. همون دقیقه آخر حدود ساعت 6 به وقت محلی اینجا وارد شد، یک اسکورت حدود 20 اتومبیل که به کاخ وارد شدن. در جلوی این کاخ الان تظاهرات گروه های ضد جنگ هست. اینها رو حدود 500 متر اون طرفتر نگه داشته بودن. بعد از اینکه این ضیافت شروع شد و همه مهمان ها اینجا وارد شدن، اجازه دادن که این تظاهر کنندگان به اینجا بیان. حدود صدها نفر هستند از گروه های ضد جنگ، از کمپین علیه سلاح های هسته‌ای و همچنین از کسانی که معتقدند ناتو خودش یک سازمان جنگ طلبه. گروه های ضد ناتو اینجا. جالبه که بعضی از پلاکارت های اینجا در مورد ایران بود. یکی از پلاکارت ها صحبت از این بود که ایران را بمباران نکنید. به هر حال اینجا هستن، دارن شعار میدن، پلیس دورورشون هست، اما کم و بیش آزادن، دارن کارشونو میکنن. در داخل کاخ این ضیافت ادامه داره. این اولین برنامه رسمی سران 29 کشور در این گردهمایی دو روزه که فردا ادامه داره، فردا بعد از ظهر تمام میشه همونجوری که گفتی. اما این در شرایطی، این هفتادمین سالگرد تأسیس ناتو اینجا جشن گرفته میشه که ناتو دچار اختلاف و تشتت زیادی است. سران ناتو امروز در لندن در اولین روز گرد همایشان به کاخ باکینگهام دعوت شدند برای شام، جشن 70مین سالگرد ایجاد این پیمان دفاعی که همینجا در لندن ایجاد شد. در پی جنگ دوم جهانی و امروز طرفدارانش میگویند نقش مهمی در جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر داشته است. اما اختلاف‌های جدی بر این جشن سالگرد سایه انداخته. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته این پیمان دچار مرگ مغزی شده، نمی‌داند چه می‌خواهد و برای چه ایجاد شده. او نمی‌خواهد ناتو امروز در مقابل روسیه موضع بگیرد. حتی رئیس جمهوری آمریکا که تهدید کرده کشورش از این پیمان ممکن است خارج شود، امروز در لندن سخنان همتای فرانسویش را غیر قابل قبول دانست. ناتو نقش مهمی داره، اما درست نیست که آمریکا بخش مهم و نامتناسبی از هزینه آن را به عهده بگیره. من شنیدم که آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته که ناتو دچار مرگ مغزی شده، که حرفی است توهین‌آمیز برای ناتو و به خصوص برای کسی که اینجا نشسته، دبیر کل ناتو، که این سازمان رو داره خیلی خوب اداره میکنه. ناتو موفق ترین ائتلاف دفاعی در تاریخه و ما البته توانسته ایم خودمان را با زمانه و نیازها دائما تطبیق بدیم و در سالهای اخیر توانسته ایم این پیمان را به قدری گسترش بدهیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم درد سر بزرگی است برای ناتو با تکروی هایش. او میگوید ناتو به تروریستا اعتنایی نمی کند. منظورش کردها در سوریه است، کشوری که به آن برخلاف سیاست های ناتو لشکرکشی کرده و در آن در مقابل نیروهای آمریکا هم قرار گرفته و اخیراً هم با نزدیک شدن به روسیه و خرید سیستم دفاع موشکی نظم ناتو را به هم زده و آن را تضعیف کرده. ناتو حالا باید ببیند چگونه می‌خواهد به اختلاف‌های اساسی بین اعضایش پایان بدهد و سیاست‌هایش را در قبال تهدیدهای تازه به خصوص از سوی روسیه و چین و جنگ‌های سایبری و فضایی تنظیم کند. کسرا ناجی، بی بی سی. خبرنگار ما کسرا ناجی از مقابل کاخ باکینگهام کماکان با ماست. کسرا، دونالد ترامپ درباره اعتراضات ایران هم واکنشی نشون داده.
درست رنا، سه بار در این مورد صحبت کردم. امروز صبح سه تا ملاقات داشت. در ملاقات اولش در محل به اصطلاح خانه سفیر آمریکا، اونجایی که شب هم اونجا خواهد بود، اونجا کنفرانس مطبوعاتی داشت با دبیر کل ناتو و اونجا صحبت از این کرد که ایران داره هزاران نفر معترض رو میکشه. صحبتایی که کرد اینجا جلومه، میگه ایران الان داره شاید هزارها نفر رو میکشه، همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم. و همین جهت اونها اینترنت رو قطع کردن. آقای ترامپ گفت اونها اینترنت رو قطع کردن تا کسی نفهمه که چه میگذره. اونها به قول آقای ترامپ دارن تعداد زیادی رو میکشن که خیلی بده و میگه که وحشتناکه و دنیا باید حواسش باشه. در ملاقات دوم، ملاقاتی داشت آقای ترامپ با رئیس جمهور فرانسه. اونجا خبرنگاری از او پرسید که آیا شما از به اصطلاح معترضان در ایران حمایت میکنید؟ این جواب او به این سوال. پیشتر قدری از ایران صحبت کردین، آیا آمریکا از اعتراضهای ایران حمایت میکند؟ نمیخوام در این باره اظهار نظر کنم، اما جوابم منفیه. اما نمیخوام در این باره اظهار نظر کنم. ساعتی بعد آقای ترامپ ملاقاتی هم داشت با جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا. اونجا صحبت از این کرد که من وقتی که گفتم که نه حمایت نمی کنم، منظورم این بود که حمایت مالی نمی کنم. این گوشه از صحبت‌های او. قبلا یه سوالی از من پرسیدن که آیا از مردمی که در ایران تظاهرات کردن حمایت میکنم، مردمی که دوره سختی رو سپری میکنن. ما کاملا ازشون حمایت میکنیم، از اول هم حمایتشون کردیم. وقتی سوال رو پرسیدن، من فکر کردم منظورشون اینه که ازشون حمایت مالی میکنیم و ما ازشون حمایت مالی نکردیم و نمیدونم اصلا کسی خواسته که ازشون حمایت مالی بکنیم یا نه. اگه کسی از ما میخواست، شاید هم ازشون حمایت مالی میکردیم. اما ما خیلی جدی از مردمی که معترض هستن و برای آزادیشون در ایران تلاش میکنن حمایت میکنیم. صحبت‌های کمی زد و نقیض آقای ترامپ امروز طی روز اینجا در لندن. الان که با شما صحبت میکنم یک درگیری بود بین پلیس و تظاهرکنندگان اینجا که ظاهراً الان آرام شده. پلیس زیادی اینجا هست، مواظب هستند. این رو هم اضافه کنم که برنامه اصلی کنفرانس داره فردا شروع میشه و قراره که سران 29 کشور 3 ساعت صحبت کنند درباره استراتژی آینده و جایگاه ناتو در دنیا. کسرا، درباره افغانستان هم صحبت هایی شده در بین بعضی از حضار در این نشست. درسته، در واقع افغانستان خب یکی از مناطقی است که ناتو همین امروز در اونجا داره فعالیت میکنه. تعداد زیادی از هزاران نفر از نیروهای ناتو اونجا هستن. من امروز فرصتی بود که با نماینده ناتو، نماینده غیر نظامی ناتو در افغانستان صحبتی بکنم، سر کی، نیکولاس کی، و از او درباره تشتت در داخل ناتو پرسیدم و همچنین در مورد وضعیت ناتو در افغانستان و در ارتباط با انتخابات و همچنین طرح صلح افغانستان. اعضای ناتو دور هم جمع شدند تا 70مین سالگرد پیدایشش را جشن بگیرند. بازم تکرار میکنم، 70مین سالگرد. ناتو از سال 1949 وجود داره و موفق ترین، طولانی مدت ترین و بزرگترین اتحاد دفاعی در دنیاست. و مطمئناً در این 70 سال اختلاف هایی هم وجود داشته. این امری اجتناب ناپذیره. در ناتو ما 29 کشور عضو با پیشینه های تاریخی، فرهنگی و امنیتی خیلی متفاوت از هم داریم. ولی این اختلاف ها جدی است. فرانسه گفته که ناتو در واقع دچار مرگ مغزی شده، ترکیه داره سیستم دفاعی روسی میخره، در سوریه در مقابل آمریکا قرار گرفته، رئیس جمهور آمریکا بارها داره تهدید میکنه که از ناتو خارج میشه. Absolutely, I'm not
قطعا همینطوره. من قصد کوچک نمایی اختلافات موجود یا بحثایی که بین اعضای این خانواده وجود داره رو ندارم. اما همونطور که گفتم در 70 سال این مسائل پیش میاد. ناتو اما در نهایت همیشه اختلافاتش رو حل میکنه و درباره مسائل مهم مثل دفاع جمعی به تصمیم‌های متفق القول میرسه. ناتو قراره تا کی به حفظ امنیت افغانستان کمک کنه؟ ناتو از سال 2003 میلادی برای مأموریتش اونجا بوده. این طولانی مدت ترین، بزرگترین و دورترین مأموریت ناتو تا به حال بوده. بسیار از مرزهای ناتو فاصله داره. ناتو اونجا رفت تا اطمینان ایجاد کنه که تروریست‌های بین‌المللی از خاک افغانستان به عنوان پناهگاه استفاده نمی‌کنن. این مأموریت ما بود و هست و من معتقدم ناتو به این امر تا آخر متعهد می‌ماند. به نظر می‌رسه که ناتو شما دارید از این توافق بین آمریکا و طالبان حمایت میکنید، توافقی که بر اساس این استوار شده که از یه طرف آمریکا نیروهاش رو خارج میکنه و طالبان تضمین میدن که افغانستان محل امنی برای تروریستان نباشه. بله، سه چیز وجود داره. ناتو از اقدامات آمریکا به رهبری زلمه خلیلزاد طی سال گذشته حمایت میکنه. به دفعات حمایتمون رو ابراز کردیم. ثانیاً ناتو کاملا اعتقاد داره که جنگ افغانستان راه حل نظامی نداره. پیروزی نظامی وجود نداره. طالبان به پیروزی نظامی نمیرسه و این کاملا در میدان نبرد مشخصه. اما نیروهای امنیتی افغانستان هم نمیتونن پیروز شن. باید یک راه حل سیاسی مذاکره شده وجود داشته باشه. اما خیلی از افغان‌ها معتقدن که آمریکا داره در واقع نیروهاشو خارج میکنه، افغان‌ها و افغانستان رو تنها میذاره. رهبران ناتو در نشست 4 سال پیش در لیسبون اراده و تمایل خودشون رو به وضوح برای همکاری بلند مدت با افغانستان ابراز کردن. برای بعد از توافق صلح، بعد از پایان تهدید تروریسم بین‌المللی. نیروهای امنیتی افغانستان اگر نیازی به تعلیم دارن، ناتو حاضر از اونها حمایت کنه. از جنس همون همکاری که با 30 کشور دیگه در دنیا داره، چه استرالیا باشه و چه کره جنوبی. پس ناتو تمایل داره که در بلند مدت از افغانستان حمایت کنه. در مورد انتخابات ناتو چه داره میکنه برای اینکه این انتخابات به اون نتیجه مشروعش برسه؟ مثل همه شرکا و دوستان بین‌المللی افغانستان، ناتو کمیسیون مستقل انتخابات رو ترغیب میکنه تا کارش رو انجام بده و به قوانین و ضوابطش پایبند باشه. ما فکر میکنیم داره این کار رو میکنه و همینطور ما میخواییم که به سرعت نتایج اولیه رو اعلام کنه و از همه نامزدها و بازیگران سیاسی هم میخواییم که به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات احترام بذارن. ناتو چه میتونه بکنه که طرف‌های مختلف رو در افغانستان به اصطلاح وادار کنه که به نتایج انتخابات احترام بگذارن؟ در نهایت سیاستمداران افغان باید مسئولیت سیاسی رو که مردم افغانستان ازشون انتظار دارن نشون بدن. از افغان‌هایی که من دیدم حتی یک نفر هم آرزو یا رغبت نداره که شاهد هر نوع بحران سیاسی یا بی‌ثباتی باشه. پس خیلی مهمه که سیاستمداران در حضور کمیسیون مستقل انتخابات با هم بشینن و اگه دغدغه‌ای دارن عنوان کنن و بعد که کمیسیون تصمیمش رو گرفت، سیاستمداران و نامزدها باید به اون تصمیم احترام بذارن. این برای دموکراسی افغانستان مهمه. چند انتخابات اخیر، انتخابات پارلمانی سال پیش و ریاست جمهوری در 2014 با اتهامات و تقلب و فساد لطمه دید. این الان مسئله مهمی برای آینده دموکراسی در افغانستانه. افغان‌ها باید این اعتماد رو داشته باشن که وقتی رأی میدن، رأیشون شمرده میشه و فقط رأی‌های تمیز و واقعی شمرده میشه. من مطمئنم که این همون کاریه که کمیسیون مستقل انتخابات الان مشغول انجامشه و با بازشماری آرا افغان‌ها میتونن از نتایج مطمئن بشن. من امیدوارم نتیجه به زودی اعلام بشه. حالا فرض بر این که این انتخابات به نتیجه‌ای که همه می‌خواستن نرسه، آیا فکر میکنید که چه باید کرد؟ صحبت هست از این که شاید یک دولت موقتی سر کار بیاد. همچین برنامه‌ای الان هست برای افغانستان؟ اولویت اینه که آرا درست شمرده بشه، بررسی بشه، بعد نتیجه اعلام بشه و مورد احترام قرار بگیره. من مطمئنم این اتفاق میفته و برنده انتخابات دولت جدید تشکیل میده. فکر میکنم در این مرحله اشتباهه که تصور دولت موقت رو بکنیم. این در قانون اساسی و قانون انتخابات پیش بینی نشده. در دری یک مثل هست که میگه آب رو ندیده موزه یا چکمه رو نباید از پا کند. Boots off until you get to the water.
پویا بختیاری یکی از کشته های اعتراضات اخیر در جوانی 27 ساله که در روز 25 آبان در مهرشهر کرج با شلیک گلوله کشته شد. آن روز مادرش هم با پویا به خیابان رفته بود. مریم افشان گفتگویی داشت با ناهید شیرپیشه، مادر پویا. محتوای این گزارش میتواند برای دینا راحت کننده باشد. منم به سر کسی هستم. میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم. مادر جان مجرد بود، مهندس برق بود، از کارگاه هم درآمد خوبی داشت. دو تا ماشین داشت، دفتر داشت، کارگاه داشت. از تمام چیزای زندگی لذت می‌برد. از چیزای بسیار کوچیک، حتی از طبیعت، از کوهنوردی، از دوچرخه سواری، از ورزش، از والیبال، از کاشتن گل که گلدون لذت می‌برد. پویا بختیاری روزی که کشته شد 27 سال داشت. مادر پویا معلم است و 28 سال در آموزش و پرورش تدریس کرده. او از صبح روز 25 آبان می گوید. به روز شنبه من بیدار شدم و سویچ ماشین هم رو از پویا گرفتم. از خواب بیدار کردم که سر نازنینم رو. چون شب قبل سویت من ورده بود که به ماشین من زد یخ بریزه، چون افت دمای ناگهانی تلویزیون اعلام کرده بود. مادر پویا آن روز 10 لیتر بنزین میزند به قیمت 30,000 تومان و ساعتها در ترافیک برای برگشتن به خانه میماند. و ساعت 3 رسیدم منزل، 3 بعد از 3. بعد طبق معمول وقتی من از مدرسه رسیدم خونه با پویا تماس میگرفتم که برای نهار بیان منزل و نهار رو دو نفری با هم بخوریم. زنگ زدم گفتن کار من توی کارگاه سیر میکشه، بعد از اینکه کارم تموم شد میفته خسته از کار روزانه اومد منزل، تیمسه یک غذای مختصری گرم کرد و از خورشی که من پخته بودم سوا کرد، خورش بامیه پخته بودم، حالا به وقتی تا این جزئیات دارم میگم، برای کن گوشت نمیخورد بامیه هاشو سوا کرد روی برنج رو اونو گرم کرد، بلافاصله خورد، خیلی سریع و هیجان زده بود، خوشحال بود و به من گفت که مامان بیرون خبرهای شلوغه، شما هم میایین ببین؟ گفتم آره میام. چرا نمیام؟ هوا آن روز سرد بوده و پویا از مادرش میخواهد لباس گرم بپوشد. من دستم رو حلقه کردم که دست پسرم سان نستن، با همدیگه از منزل خارج شدیم. بعد اشتفتم که پویا جان به این شرط میریم بیرون که دستمون رو بخا نخونیم از دستمون دیگه، دست به دست با هم باشیم، هر اتفاق من بیفته با هم باشیم. این شب شب سردی بود خانم افشنگ. بعد پویا دو تا ماسک دیگه که من گذاشته بود، من اطلاع نداشتم. بعد یه دفعه که مامان ماسک که درگیر شما هم ماسک که بزن با دست خبر میزنیم یه نسکم داد به من. از این دایی که این پسر اونقدر به فکر من بسن نستم، به قدر رابطه ما نزدیک به صمیمی روزانه بارها به من زنگ میزد دست بدید، بارها قول منو میپرسید، بارها منو میبوسید، در آغوش میگرفت، لمسم میکرد. واقعا مادر فرزندی ما یه رابطه عاشقانه. شلیک گاز اشکاور، ازدحام جمعیت و شلوغی دست پسر و مادر را از هم جدا می کند. صدای تیر شنیده می شود ولی مادر پویا می گوید فکر می کرده تیر هوایی است و برای متفرق کردن جمعیت. همونجا وقتی گاز اشکاور زدن من و پویا از هم جدا شدیم. چند دقیقه گذشت پویا با من تماس گرفت. مامان کجا هستی؟ گفتن که اینطوری شده من فلان خیابون میگردم. گفت پس شما برید پیش دختر من، یعنی پیش خواهرش، گفت شما برید اونجا با هم باشید. گفتم باش. من رفتم پیش دخترم و خانوادگی سعی میکردم که صدامونو برسونیم به گوش همه و اون شب شب تلخ برای من 10 دقیقه قبل از اینکه این اتفاق بیفته و من دست پویا رو
تو دست مردم ببینم که داره میاد، ازشم به دسترم بسرم مونو باور میکنی این شب قشنگترین شب زندگی من. فکر میکردم با اون شب و شبهایی که ادامه پیدا بکنه و صدای مردم، فریاد مردم بلند بشه به دادخواهی و اعتراض به این ظلم استبداد، بسن این شب قشنگترین شب زندگی من. شبشم پاره شد در راه انقلاب، شبشم پاره کردم. اما یک روب از این گفتن حرفم به دخترم نگذاشته بود که دیدم جمعیتی دارم میان. من لای می بودم که این پسر منو آوردن و دو دست جمعیت داشتن می بردم با شعار می کشم می کشم آن که برادرم کش. مگه هم از صورت سیاره بودم برای اطمینان بیشتر. همیشه که داشتم به سمت پایین سیاره می رفتن، من به لباس سیارم نگاه کردم، کفشای سیارم دیدم، دیگه یقین حاصل کردم که بسایی که این خوزه را دارن می برن به سر منه. لحظه جای خالی سیاره این آزم احساس میکنم به داشت داره که این سنه همین اندازه که هرکی صبح وقتی متوجه میشه که من برای زفان مدرسه بلند میشم در خانه دست صورت میشم آماده میشم، با همون صدا متوجه میشه که من بیدارم. از اتاق خواب صدا میزد مامان سلام. الان این صدا از 25 آبان تا امروز که 11 آذره این صدا به گوش من نرسیده. چه کسی میتونه پاسخ بده نبودن پسر من در کنار من، زندگی من، تو خونه من، جای خوابی توی هر لحظه ساده؟ کی میتونه جواب باشه؟ از دست دادن سیار تا آخر عمرم با منه و من باید بهش عادت کنم تا باهاش کنار بیام. گرچه بسیار بسیار سخته، بسیار بسیار تلخ و دردناک و باور نکردنی، اما چون که تنها چیزی که میتونه که این شرایط به من تصمیم بده این که من ببینم این اعتراض هنوز ادامه داره، خاموش نشده و خون بسان من خبر نرفته. این عکس هایی است که در خیابان انقلاب حد فاصل دانشکده فنی دانشگاه تهران و کوی دانشگاه گرفته شده. مریم افشنگ، بی بی سی. بیانیه مهدی کروبی در مورد انتخابات مجلس با واکنش های زیادی همراه بوده. آقای کروبی از رهبران اعتراضات پس از انتخابات 88 که در حصر خانگی است، در نامه به اعضای حزب اعتماد ملی خواهان شرکت پرشور در انتخابات مجلس شده. این نامه را فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در جلسه حزب اعتماد ملی خواند. امید از حضور در اعتماد ملی نمایید. فعال باشید ضمن ارتباط خوب با سایر احزاب اصلاح طلب، اما استقلال تشکیلاتی را حفظ کنید. ارتباط با بزرگان استانها، اهم از روحانیون، دانشگاهیان و غیره را رعایت بفرمایید. در رقابت انتخاباتی حرمت و حریم دیگران را نگهداری شد. مراقب باشیم برای دنیای دیگران آخرت خودمان را ویران نکنیم. بر آرمان‌های مردم، شهدا، امام قائم به وظیفه باشیم. با مردم که بندگان خدا و مخلوق و خلیفه او هستند راستی و درستی داشته باشیم. امیدوارم مجلس در رأس امور قرار گیرد. مجلسی در رأس امور قرار گیرد که تشکیلاتش به دست مردم باشد و ارباب قدرت نتوانند مجلسی فرمایشی دیگر به وجود آورند. به امید مجلس نیرومند، قوی، با حضور خوشحال مردم. در خاتمه نگرانی برای این حقیق نداشته باشد.
دعا برای عاقبت خوب بنمایید انشاءالله. محمد تقی کروبی فرزند آقای کروبی در مورد برداشتی که از دعوت پدرش از اعضای حزب اعتماد ملی شده به ما این توضیح رو داد. ببینید هفته گذشته نشست در اعتماد ملی بود که مادر من در اون جلسه شرکت میکنه و یک پیام شفاهی که پدر به ایشون میگه ایشون هم مینویسن در اون جلسه میخونن. نگاه آقای کروبی کلن به موضوع انتخابات این بوده که انتخابات حق مردمه و همه افراد از نهلهای مختلف در انتخابات ثبت نام بکنن. دعوت ایشون دعوت به ثبت نام در انتخابات بوده به این دلیل که افراد خودسانسوری نکنند پیش از این که حکومت اونا رو رد بکنه و نپذیره خودشون وارد این عرصه نشن. و از اونجا که یک سیاست مداریه که یک کنشی رو انجام میده که در مقابلش بتونه اگر اتفاقی میفته واکنشی داشته باشه، معتقد بر این بوده که از هر فرصتی باید بهره گرفت برای اینکه حرف و سخنشون رو بزنن. این یه برداشت نادرست شده که آقای کروبی دعوت به شرکت در انتخابات کرده. اساسا تا زمانی که اصلا صلاحیت ها بررسی نشه بحث دعوت کردن در بی اساس و بی پایه و این سوء برداشت بوده که منجر شده که افراد نگاه مختلفی رو مطرح کردن. برای گفتگوی بیشتر نریمان مصطفوی عضو پیشین دفتر تحکیم وحدت و همچنین استاد عمران و محیط زیست دانشگاه درکسل از فیلادلفیای آمریکا با ماست. آقای مصطفوی معتقدند میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز سال 88 همچنان برای فرایند گذار به دموکراسی در ایران ظرفیت دارند. امیر یحیی آیت اللهی پژوهشگر فلسفه سیاسی هم از برلین با ماست. آقای آیت اللهی معتقدند که رهبران جنبش سبز همچنان دچار تناقض‌های یک دهه پیش هستند، مضاف بر این که وزن سیاسی سال 88 رو هم دیگر ندارند. خوش آمدید به برنامه آقای آیت اللهی. واکنش پسر آقای کروبی رو شنیدید، در واقع توضیح میداد که منظور آقای کروبی از بیانیه چه بوده. آیا قانع کننده هست از دید شما این واکنش؟ با سلام به شما و مخاطبان و مهمان برنامه و تسلیت به مردم ایران بابت این کشتار واقعا وحشیانه دو هفته اخیر. ببینید مسئله سخنرانی خانم فاطمه کروبی در یک جمعی، حالا ثبت نام باشه، این ثبت نام همیشه بعدش در واقع اعتراض به رد صلاحیت بوده و تهش توقع از شورای نگهبان که راه رو باز کنه که این آقایون در واقع مجلس رو به دست بگیرن. مسئله اینه که واقعا به تعبیر حکمت عامه و حکمت کوچه و بازار از یک سوراخ چند بار باید گزیده شد. یعنی یک تجربه شکست خورده دو بار تکرار میشه، سه بار تکرار میشه. الان از خرداد 76 تا الان بیش از دو دهه میگذره. آقای کروبی خودشون رئیس مجلس ششم بودن. اون مجلس نتونست حتی لوایح دوگانه اون دولت رو در واقع به سرانجام برسونه. نظام خیلی تکلیفش روشنه، هم با مردم روشنه که این دو هفته به گلوله بسته و هم با منتقدان درون حاکمیت. نظام یا به تعبیر همین مشاوران محترم این دو بزرگوار که بیانیه‌ای دادن همین همزمان با بیانیه رهبرانشون، آقای اردشیر امیر ارجمند و همین آقای محمد تقی کروبی، اینها میگن هسته سخت قدرت با تعلیق جمهوریت نظام داره اقتدار نظام رو به سمت اقتدار فردی میبره، داره نظام رو به اقتدار فردی تبدیل میکنه. یعنی ما بعد از بیش از چهار دهه باید از این آقایون و مشاورانشون بپرسیم از فردای بهمن 57 مگر جمهوریتی وجود داشت؟ مگر در ایران نظام جمهوری به اون تعبیری که ما در دموکراسی های آبرومند میشناسیم مگر اصلا وجود داشته که حالا تعلیق بشه؟ آقای مصطفوی، تضادهایی هست بین بیانیه‌ای که چند روز قبل‌تر از آقای کروبی منتشر شد. در بخش از این بیانیه گفتند که در مسیر اتفاقات هفته گذشته نهادهای قانونی کارکردشون رو از دست دادند، تصمیمات اساسی پشت درهای بسته توسط دولت پنهان صورت می‌گیره. بعد می‌بینیم که چنین بیانیه‌ای رو خانم کروبی برای حزب اعتماد ملی می‌خونند که درش، حالا به تعبیر فرزند آقای کروبی، دعوت به ثبت نام، ولی در بخشش هم عملا میگن که به امید و حضور پرشور مردم در انتخابات. آقای کروبی به هر حال معتقده که این نهادها هنوز کارکرد دارند و مردم باید برن پای صندوق، یا اینکه نه عملا کارکردی ندارن؟ این تضاد رو چطور میشه توجیه کرد؟ من سلام میکنم به شما، به مهمان شما و همینطور عرض تسلیت دارم به
کسان خانواده کسانی که جانشون در اعتراضات اخیر از دست دادن. این حرف درستی هستش که به هر حال خب رهبران جنبش سبز متاسفانه در شرایط فعلی بیشتر آقای کروبی دچار یک سری تناقضاتی هستن که باید اینها رو با خودشون حل بکنن. توی همین بیانیه آقای کروبی میبینیم که همچنان صحبت از آرمانهای امام راحل میکنه، صحبت از انتخابات پرشور میکنه که همونطور که مهمان دیگر برنامه شما اشاره کردن، خب نهادهای انتخاباتی در ایران خیلی موضوعیت خودشون رو از دست دادن. انتخابات دیگه تعریفی نداره به اون مفهومی که در کشورهای دیگه به تعریف متداولش ما میشناسیم و یک نیازی به این مسئله هست که کسانی که ظرفیتی برای ایجاد تغییرات کلان از جنس آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی دارن و کسانی که داخل کشور هستن، همونطور که در گذشته در جریان اتفاقات 88 از خودشون انعطاف نشون دادن و تغییرات نشون دادن که بتونن که رهبر مردم بشن، چون که اونا که رهبر مردم نبودن تبدیل به رهبران مردم شدن با این انعطافی مثال زدنی که از خودشون نشون دادن، تونستن که مطالبات فراگیر مردمی رو نمایندگی بکنن. الان نماینده بسیار مطالبات مردمی از مسائلی مانند انتخابات پرشور و حضور حداکثری و تشکیل مجلس متشکل از اصلاح طرف‌ها به مراتب فراتر رفته. خب ولی با این وجود شما هنوز فکر می‌کنید که اونا ظرفیت گذار به دموکراسی رو دارن؟ ببینید یک پتانسیلی دارن که باید بتونن ازش به درستی استفاده کنن. همینطور که می‌بینیم مثلا آقای میرحسین موسوی یک خط کلی کشید بین عقاید گذشته خودش که اعتقاد به حکومت دینی باشه با عقاید فعلیشون با بیانیه‌ای که اخیراً منتشر کرد. من فکر می‌کنم که شما الان این گزارشی که پیشتر پخش کردید از مادر آقای پویا بختیاری که صحبت می‌کرد، خب شنیدن این گزارش دل سنگ رو آب می‌کنه. اینکه آدم توی این شرایط بیاد حتی آقای کروبی باشه صحبت از شرکت در انتخابات بکنه، حتی اگه منظورشون سفتران باشه که البته ایشون در حصر هستن و باید حق بدیم که ایشون نمیتونن بیان توضیح ارائه بکنن، ولی در بهترین حالت بدسلیقگی است. آقای آیت‌اللهی، به نظر میاد که شما برخلاف آقای مصطفوی که معتقدن دست کم پتانسیلش وجود داره که اینها رهبری این اعتراضات رو به نوعی در دست بگیرن، شما پتانسیلی هم نمیبینید در این دو نفر؟ ببینید مسئله جمهوری اسلامی فقط مسئله بهمن 57 نیست. اون سیستم، نوع فروپاشی اون سیستم و بحرانی که اون سیستم رو فرا گرفت و این 40 سال در واقع به نحوی پیامدهای بحرانیه که منجر شد به فروپاشی، منجر شد به روی کار اومدن اینها. و من فکر میکنم که همونطوری که حدود چند صد سال پیش در قرن 18 ادمون بک فیلسوف سیاسی و در واقع مخالف انقلاب فرانسه در دفاع از نهاد پادشاهی کشور شما بریتانیا اینو گفت، سوال از اصلاح یک رژیم سوال از امکان بقا اون رژیم، منتها بقا در ظل حکومت قانون، نه بقا از طریق شلیک مردم بیدفاع با دوشکا. جمهوری اسلامی از روز اول همینطور پایه های در واقع این ساخت سیاسی که بیشتر شبیه یک آرزه سیاسیه اینو پیریزی کرده و یک مشکل بزرگی که آقای موسوی و کروبی همچنان به تبعیت از اون سوابقشون، پیشینه‌شون، الگوهاشون و دلبستگی‌هاشون دارن اینه که نوع رتوریک و خطابه این دوستان هیچ تناسبی با میزان در واقع بگیم خشونت، بگیم با میزان تجاوزی که این رژیم از روز اول تا الان به حقوق ملت ایران کرده هیچ تناسبی نداره. مثلا این دوستان تو بیانیه‌هاشون میگن حکومت از مردم دلجویی کنه، حکومت خیشتندار باشه. خب سوال اینه، این نظامی که شما در دهه اول در واقع تمام قد پشتش بودید چون بنیانگذارش در واقع بسیار به شما عنایت داشت، این نظام کجا از مردم دلجویی کرده؟ این نظام کجا در واقع خیشتنداری از خودش نشون داده؟ این دوستان جوری صحبت میکنن انگار جمهوری اسلامی یک حکومتی شبیه حکومت‌های دیگه دنیا، اصلا اینطور نیست. آقای آیت‌اللهی، سوال اینجاست که کسانی که در حصر فکر می‌کنید که با توجه به شرایط حصر امکان اینو دارن که بیانیه متفاوت تری بدن؟ ببینید من یه نمونه خیلی کوچیک خدمت شما میگم. مگه همین آقای منتظری دادستان کشور، دادستان تهران، مگر این شیخ در واقع دادگستر که داره مردم و هزارها در تعداد هزارها زندانی میکنه و معلوم نیست اینا در چه وضعیتی هستند، مگه نگفتش که بهائیان
در این اعتراض‌ها رد پاشون دیده میشه. مگر این نگرانی الان ایجاد نشده که یک انتقام کشی دیگه اینها از این اقلیت دینی تحت ستم بکنن؟ آقای موسوی هنوز نتونسته با خودش کنار بیاد که توی بیانیه‌اش اسم بهائیان رو بیاره و من فکر میکنم حتی تعبیراتی که ایشون به کار بردن یک مقداری اگه توش دقیق بشیم شما ببینید ایشون دلش نمیاد هنوز به نیروهای جمهوری اسلامی بگه آدمکش. آدمکش مال شهریور 57 به اینها میگه تیراندازان و ماموران. یا مثلا کشتار بیرحمانه متعلق به دوران قبل از رژیمیه که ایشون به هر حال بهش دلبستگی داره. درباره این رژیم میگه برخورد خشن و خونین. اون موقع شما در نظر بگیرید و بسنجید میزان کشتارهایی که این نظام از مردم ایران کرده با چیزی که قبل از انقلاب در جریان بوده. من یک نکته هم اضافه کنم. ببینید آقای موسوی اون زمانی که ایشون هنوز بیرون بودن و مردم به خیابون دعوت میکردن، به هر حال من فکر میکنم که یک زنگ خطری این آقایون حس کردن که این ماجرای سوریه واقعا میتونه تبعات دامنه‌داری داشته باشه. اون دوره اینا یکی دو بار موضع‌گیری کردن. بله. ولی شما ببینید آقای موسوی 27 اردیبهشت 96 برای دوره دوم همین رئیس جمهور فعلی که امنیتی ترین کابینه رو تشکیل داده گفتن تبلیغات صدا و سیما مسجل کرد که ما باید در این انتخابات به حسن روحانی رای بدیم. خیلی خوشبینانه که بخوایم نگاه کنیم بعد بگیم آقای موسوی هم در واقع مفتون و فریفته اون مناظرات انتخاباتی شدن که آقای روحانی بقیه رو متهم کردن که 40 سال طناب دار برپا کردن. خود آقای روحانی هر سال 500 نفر از شهروندان این کشور رو اعدام کرده. خب اجازه بدید نظر آقای مصطفی رو بشنویم. آقای مصطفی شنیدید صحبت‌های آقای آیت اللهی رو، اینکه اساساً هنوز رهبران جنبش سبز از دولت انتظار دارند که از اعتراضات دلجویی بکنه، کمیته حقیقت‌یاب ایجاد بکنه. فکر می‌کنید که این انتظارها شاید زمانش سر نیامده؟ ببینید انتظار داشتن از یک آدمی که توی زندان 10 سال هم هست، زندانه و خیلی محدود میتونه پیام‌هایی رو به خارج منتقل بکنه، باید معقول و منطقی باشه. اما در این حال حرف میهمان شما درسته که به هر حال این آدم ها باید تکلیفش رو یک بار برای همیشه با این قضیه حکومت دینی و ولایت مطلقه روشن بکنن. اما نکته اینه که نظام که مهمان دیگه برنامه گفتن که نظام هیچ وقت جمهوریتی نداشته، درسته که نداشته، ولی فراموش نباید کرد که نظام جمهوری اسلامی برآمده از یک انقلاب مردمی با همه معایبی که داشته، این چیزی بوده که متاسفانه من تاکید میکنم مردم ایران در یک دوره‌ای پنداشتند که امر مطلوبی است. یعنی فکر کردن که اگر اختیارات یک مملکتی رو بدن دست یک فقیه عالی قدر و اگر که احکام اسلامی حاکم بشه به اصطلاح ارکان مختلف زندگی مردم، ایران تبدیل به یک محیطی میشه که همه میتونن از یک زندگی مرفه و به اصطلاح آرام در کنار همدیگه زندگی بکنن، لذت ببرن، که البته مطالبات مردم هم اون موقع خیلی دموکراسی نبود، خیلی همزیستی مسالمت‌آمیز هم نبود به هر دلیلی. اما باید عرض کنم که به هر حال حالا ما هر چقدر انتقاد داشته باشیم به آقای موسوی کروبی، هم که ما الان داریم راجب اینا صحبت میکنیم، دلیل اینه که اینا هنوز اخبارشون مهمه. یعنی اینها حالا به هر دلیلی وقتی که یک موضعی میگیرن اون موضع انعکاسی در فضای خبری و بین مردم داره که ارزش این رو داره که راجبش صحبت کرد و این معنیش این هست که به هر حال به اصطلاح این آدم ها هنوز وزنه‌ای هستن. بله. ما درسته که میدونیم که اصلاح ممکنه خیلی دشوار باشه و این سیستم شاید اصلاح پذیر هم نباشه از جهات زیادی، منتها به هر حال ما اونقدری میتونیم مطالباتمون رو پیش ببریم که زور داریم. کسی که زور اصلاح داره خب اصلاح میکنه، کسی که زور براندازی داره براندازی میکنه. ما که زور اصلاح کردن این نظام هم نداشتیم، بعد به این سوال بالاخره جواب بدیم که چجوری میخوایم زور براندازی کردنش رو پیدا بکنیم. متشکرم. در حال ما باید یک آلترناتیوی داشته باشیم که معنی بده که بتونیم دنبالش کنیم. متشکرم. نریمان مصطفوی و امیر یحیی آیت اللهی با ما. ممنون از شما. سازمان استاندارد ایران میگوید مجوز برای فروش خودروی آبسوز صادر نکرده. این اعلامیه پس از آن صادر شد که ماجرای آنچه یک اختراع بزرگ در ایران فرض شد، یک ذوق زدگی را بین خیلی ها ایجاد کرد. مردی که مدت هاست میگوید قادر است با نصب یک دستگاه برای خودروهای ایرانی یا هر خودروی دیگری آنها را با آب خالی به حرکت در بیاورد، مدت هاست که سوژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم بوده و مسئولان دولتی هم از او حمایت کردند. سیاوش اردلان و جزئیات بیشتر.
اولین مدعیان اختراع خودروهای آبسوز از سرزمین ایران برنخواستند. استانلی مایر در دهه 90 میلادی کلی ذهن آمریکایی‌ها را درگیر اختراعش کرد. کم نبودند خبرنگاران آمریکایی که از فرط ذوق‌زدگی صحبت از همکاری استانلی مایر با ناسا و پروژه نظامی جنگ ستارگان کنند. کار به آنجاها نکشید. استانلی مایر با شکایت دو سرمایه‌گذار محاکمه و محکوم به پرداخت جریمه شد. این خودروی آبسوزه برای اولین بار در جهان انجام شده. با استانلی مایر ایران آشنا شوید. علاءالدین جاسمی زرگانی هم مثل همتای آمریکاییش نه تحصیلاتی در فیزیک و شیمی دارد و نه در مکانیک. اما برخلاف استانلی مایر میگوید در سن 21 سالگی اختراع دیگری در انگلستان داشت. اما طرحش رو ربودند و حالا پنل‌های سه بعدی ساختمانی به نام فرد دیگری ثبت شده. وقود البنزین علاءالدین جاسمی زرگانی به عربی هم تسلط دارد. و از این رو توجه رسانه‌های عراق رو هم جلب کرد. از امام جمعه اهواز و نماینده آیت الله خامنه‌ای در خوزستان گرفته تا استاندار البرز نقش مهمی در تبلیغ اختراع علاءالدین جاسمی زرگانی ایفا کردند. اولین بار هست که در دنیا یک خودروی اون هم بدون اینکه تغییرات جدی و اساسی در موتور انجام بشود به وسیله سوختش در واقع آب هست، آب معمولی هست که استفاده میکنه. شاید بعد کار به یک بحران ملی بر سر سهمیه بندی بنزین میکشید که طرح نصب یک دستگاه 4.5 میلیون تومانی بر روی خودروها برای آبسوز کردنشان کلید یک انقلاب جدید صنعتی در دنیا فرض شود توسط بعضی‌ها که شاید نمی‌دانستند علاءالدین زرگانی گفته بود ارتش آمریکا ده‌ها سال است ناوگانش را با آب راه می‌اندازد ولی داستان را مخفی نگه داشته. بالاخره سازمان استاندارد ایران امروز گفت ما مجوزی برای خودروهای آبسوز صادر نکردیم. اما وارد یک بحث علمی نشد که آیا آب مایه حیات تانک‌ها و نفربرهای آمریکایی یا سمندها و پرایدهای ایرانی هست یا نه. فعلا این تنها شهرت یک اختراع بزرگ است که به کام علاءالدین زرگانی رفته. یک آب هم روش. سیاوش اردلان، بی بی سی. به پایان این 60 دقیقه رسیدیم. فعلا شب خوش. Thank you.